بر اساس فرمان امیر المومنین رهبر امارت اسلامی افغانستان، هیئت تکنیکی کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمین های دولتی که متشکل از 11 اداره تخار می باشند، روند تخریب زمین های غصبی را آغاز کردند. رئیس این هیئت در جریان بازدید از تخریب ساحات غصب شده در شهر طالقان مرکز تخار می گوید که این زمین ها از سوی زورمندان محلی غصب شده بود و آنان تمام زمین های غصب شده را از جنگ غاصبین زمین استرداد خواهند کرد. زاوی را که مردم غصب کرده بود و مالچرا را گرفته بودن، ما فعلا در حالت عملی کار کردن هستیم. ما در حالت تخریب اولیای مردم های زورمنده هستیم که این ساحه را به نفع شخصیشان دیوال کرده گرفتن به خاطر اولی و جای بدماشیشان. در عین حال اعضای این هیئت میگویند بعد از شناسایی ساحات غصب شده، روند واپسگیری شروع شده و تا حال حدود 4000 جریب زمین آن تثبیت شده که از این میان 1100 جریب زمین غصب شده را غاصبین منزلی مسکونی ساختند. به گفته این هیئت، خانه هایی که در آن افراد زندگی می کنند تا فرمان بعدی معطل قرار داده و باقی خانه ها تخریب می گردند. ما تثبیت کردیم از طبقاتی که دروازه تخار از طرف بدخشان می آید به طرف بالا تا و الی خاکسرآباد شروع می شود. شروع دروازه الی خاکسرآباد تقریبا 4000 جریب زمین بوده مرای عامه، اما این مردم که است اینا را که است اولی جور کرده، شخصی جور کرده و زمین ها را غصبی کرده. زمین ها را که میبینید شما در این ساحه سر ما، کلی مالچر قبلا 20 سال پیش مالچر بوده، یا مالچر مردم بوده، مالچر عام مردم می آینده را و خطایان مردم بوده. در این 20 سال جمهوریت ایره غاصبین زمین، مافیای زمین سر این مردم های فقیری بیچاره یک پیسه بسیار ناچیز با فروش رسانده. دولت وقت موجز بوده یا چشم پوشی کرده جلوگیری کرده نتانسته از غصب. این در حال است که هزاران جریب زمین دولتی از سوی زورمندان در تخار غصب شده است، اما مسئولان این هیئت اطمینان می دهند که تمام ملکیت های غصب شده را در این ولایت شناسایی و واپس خواهند گرفت.